سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه تریبون کارگری. با علیرضا نوایی هستیم و نگاهی میکنیم به اعتراضات و مطالبات کارگری در دوره کنونی، هفته هایی که گذشت و ماه هایی که گذشت. درود بر تو علی جان. درود به شما رفیق علی و سلام گرم به بینندگان برنامه تریبون کارگری. ما با یک جنبش بسیار بسیار گسترده مطالباتی در دوره کنونی روبرویم. بسیارانی در واقع این جنبش کارگری رو خصوصا در برگزاری مجمع عمومی کارگران فولاد در چهارمین روز اعتصابش و گسترش اعتراضات کارگری و بازنشستگان میدونند. اخبارها حاکیه که نه فقط کارگران گروه ملی صنعت فولاد اهواز که مجمع عمومی رو برگزار کردن، کارگران شرکت بولبرینگ سازی ایران در تبریز دست به اعتصاب زدن، کارگران رسمی شهرداری ها دست به اعتصاب زدن تو مقابل شهرداری ها، شرکت قند دسفول دست زده، بازنشستگان کشوری چندین تجمع رو در شهرهای مختلف سازمان دادن، برای اولین بار در یک شهر کوچک مثل شهر اردکان یزد مردم به خیابان اومدن در اعتراض به این نوع توسعه حکومتی، توسعه صنعتی حکومتی که اصلا این شهر کوچک خوش آب و هوایی رو با یک آلودگی هوا و یک توسعه صنایع آلاینده در واقع مردم رو به اعتراض وارداشته و کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز که اومدن. و جالب اینه که خب ما اعتصاب چیزها رو داریم، اعتصابهای مختلفی داریم، حتی طلافروشان هم اعتراضات گسترده‌ای رو سامان دادن که نشون میده چقدر دوره سخت فاجعه باری رو مردم ما دارن میگذرونن، دوره‌ای که دوره سختی ها و فشارهای مضاعفیه که یک حکومت بسیار پرخرج بر روی مردم گذاشته. کیسه های جیب آخوندی اونقدر گنده است که مثل اینکه پایانی بر این قارت های بزرگ و زندگی های فاجعه بار برای مردم ما نداره. شما چه تصویری از این هفته‌ای که گذشت دارید؟ اول اینکه در ادامه همین چیزی که میگی دوره سخت ولی امیدوار کننده و مشت محکمی زدن به دهان حاکمیتیه که میخواست جامعه را به دهه 60 برگردونه، مطالبه‌گر، معترض. هفته‌ای که گذشت یعنی امروز پنجمین روز اعتصاب و تجمع کارگران فولاده، کارگرانی که سرکوب شدند. هنوزم قبل از این دوره یکی از کارگران حق طلب اونجا اخراج بود، به زندانشون بردند، عقب نشستند کارگران، فکر کردن تمام شد فولاد، بازبینی کردند، با تعداد بیشتری به میدان آمدند و شعار دادند نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد. وقتی که 38 کارگر حق طلب دیگری رو ممنوع الورود میکنن، میگن همه ما اخراج شدیم، راه تردد رو میبندند، از حقوق خودشون دفاع میکنند، سرکوب ها نمیتونند به تو سری خور تبدیل کردن جام کل جامعه و نه تنها کارگران، تمام نیروهای اجتماعی. پس بنابراین چنین نیرویی که اعتراضات بخش‌های دیگر هم الان میگیم که در کف خیابان هستند، این حاکمیت به چالش میطلبند و نمیتونه به هدف شوم خودش برسه. کارگران صنعت نفت کماکان در میدانن، یک شنبه اعتراضی، سه شنبه اعتراضی، چهار شنبه اعتراضی. کارگران شهرداری ها گفتیم، واحدهای تولیدی خدماتی زیادن که اگه نام ببریم، بازنشستگان. و یک نکته امید بخش دیگری که در بازنشستگان رقم خورد،
علاوه بر این که ما تو برنامه‌های قبل گفتیم که در جلوی استانداری خوزستان بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری مشترکاً تجمع برگزار می‌کنند، بازنشستگان لشکری، کشوری، تأمین اجتماعی، مخابرات در این هفته مشترکاً رفتن جلوی سازمان برنامه بودجه. شاید بعضی ها بگن که تعدادشون کم بود، گسترده نبود به نسبت کلشون، ولی قدمی بود که از نظر کیفی یک حرکت مشترکی رو نوید میده. وقتی که در خوزستان این عمل صورت گرفت، همون موقع گفتیم این مثبته و یک نویدی رو میده، این الان به اینجا رسیده، پس بنابراین داره جلو میره تو این رابطه. یعنی نه تنها ما شاهد اعتراضات کارگران، ادامه اعتراضات کارگران هستیم، بلکه شاهد یک نوع سازماندهی بطئی در کف خیابان هستیم که با یک سازماندهی هم پیش میره و هر جایی هم که سرکوبی صورت میگیره، عقب نشینی سنجیدهی صورت میگیره و با نیروی بیشتری پا به میدان میگذارن. از این گذشته، همینطوری که اردکان یزد گفتی که امروز سومین روز اعتراضاتشون نسبت به آلودگی هوا، اینجوریه که همه جا هم دیگه میگن وعده وعید دیگه کارایی نداره، یعنی امید درمانی، وعده درمانی دیگه دورانشون گذشته و اینا نه تنها معترضن، مطالبه گرن و واقعا پای اون چیزی رو که میگن وای میستن و دیگه دوران اونی که حاکمیت مردم دنبال نخود سیاه بفرسته گذشته. خیلی چیز جالبیش رو شما گفتید از این جنبشی که در واقع در حال چشماندازهای روشنی رو ازش ما میبینیم. ما در این حال شاهد بودیم که خصوصا شما از یک حرکت مشترکی گفتید، از این شاهد بودیم که در 20 شهر در واقع بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری اومدن، بازنشستگان مخابرات بسیاری اومدن، بسیاری از صندوق ها در واقع توی این حرکت ها هستن. دیگه شهر فقط به یک شهر و دو شهر نیست، بسیاری از شهرها وقتی 20 شهر یک بار میاد، نشانی یک تداوم گسترده است. این تداوم رو توی ماه آذر چگونه دیدید؟ چگونه این حرکت ها در واقع شکل گرفت؟ مجموعی این چشمن این در واقع تصویر این راه پیمایی جنبش مطالباتی چگونه بود؟ در آذر ماه ما کلن کل اعتراضات کارگری رو که با بعد راستی آزمایی، چون یه سری خبرهایی در مورد اعتراضات میشه که مثلا پارسال در همین فصل یه اعتراضی صورت گرفته، اونا رو دستکاری میکنن به عنوان خبر میفرستن و متاسفانه راستی آزمایی نمیشه. ما خبرهایی که ثبت میکنیم راستی آزمایی شده است. تو این رابطه 268 اعتراض کارگران شاغل و بازنشسته رو ثبت کردیم که 101 موردش مال کارگرانه به معنای اخص کلمه خودش، 3 مورد در مورد معلمانه، 17 مورد در مورد کادر درمانه، 147 مورد در مورد بازنشستگانه که نسبت به آبان ما که 262 تا بوده تقریبا میتونیم بگیم در همون حد و حدود باقی مونده. مثلا در مورد بازنشستگان که گفتیم، ما بازنشستگان مخابرات در بعضی دوشنبه های اعتراضیشون تعدادشون به 22 شهر میرسه که دست به تجمع همزمان در رابطه با خواسته هاشون هم که میدونیم خواسته هاشون افزایش دستمزد دیگه، یعنی این چیزیه که ما شاهدش هستیم که باعث چیز میشه دیگه. اون یعنی نه لازم ما کارشناس اقتصادی باشیم، نه لازمه که اقتصاددان باشیم، بلکه اون چیز هزینه های جاری که میبینیم چه شاغل چه بازنشسته
این درآمدشون کفاف هزینه شون هم نمیده، یعنی حتی کارکنان رسمی نفت که نسبت به بقیه یه مقداری حقوقشون بالاتره، اونها هم در این رابطه معترض هستن و خواهان افزایش دستمزد هستن تو این رابطه. در این حال ما شاهد 36 مورد اعتراضات متفرقه بودیم که مثلا افراد دارای معلولیت، مالباختگان خودرویی، مالباختگان مسکن، بیماران در رابطه با توزیع دارو، نمیدونم داروسازان مطالباتشون پرداخت نمیشه و غیره، که دیگه در واقع همونطوری که شما هم در مقدمه گفتین در نیروهای اجتماعی مختلف در اعتراضن. حالا ما مثلا اعتراضشون به خاطر این چیزیه که حاکمیتیه که اصلا نمیدونه چی کار بکنه، مثلا هر چیز اعتراضی هم شاید اینجوری نباشه که حتما یک چیز داره که مورد دفاع ما باشه، ولی ما دفاع میکنیم از این اعتراض به خاطر اینکه حاکمیتیه که نمیدونه چی کار بکنه، همه آحاد جامعه رو چیز کرده، بهشون ضربه زده، به هیچ چیزی سر جای خودش نیست. شما گفتید هیچ چیزی سر جای خودش نیست، یعنی ما میبینیم که نوعی مثلا توسعه توی اردکان داره صورت میگیره، در یزد و اردکان و اینا، به واسطه یک رئیس جمهور به اصلاح طلب و رئیس دولتی که در واقع از اون منطقه بوده و خواست آب زایندرود آورد اردکان، الان دریاچه ای از در واقع آبهای چیز، آبهایی که از این کارخانه ها و از این کارگاه ها در میاد اومده، که اصلا یک فاضلاب بزرگ رو ایجاد کرده توی منطقه، توی شهری که منطقه‌ای که منطقه خشک، منطقه قنات ها و آب ها بوده، یک دفعه ما می‌بینیم یه منطقه‌ای شده که منطقه در واقع به واسطه آبی که از زایندرود اومده اینجا رو به اصطلاح یه سری کارگاه های بزرگ موزاییک سازی و مرمر سازی و چیزهای مختلف ساختن، که این در واقع نه فقط آلوده کرده یه شهر کوچک رو، در این حال آب رو به شکل وحشتناکی به هدر داده و از اون بر مردم اصفهان رو در تشنگی گذاشته، و از اون بر ما می‌بینیم که مثلا در خوزستان این کار کردن، یک پروژه توسعه نامتجانس و عجیب و غریبی رو اینا سازمان دادن، که این توسعه جز ویرانسازی هیچ چیزی رو سامان نداده. به قول شما یک دفعه می‌بینیم مردم اصفهان به خاطر تشنگی میان توی خیابون، چرا که آبشون رو به اردکان یزد بردن برای کارگاه ها. خود همون منطقه هم به واسطه وجود این کارگاه ها، وجود این صنایعی که هست و در واقع آبهای آلودی که وارد کل منطقه و قنات ها شده، منطقه رو نابود کرده. ما ببینیم با یک اعتراضات هم مدنی توی اردکان برای آب و هوا میان، خوزستان و چیز برای خوردن آب نوشیدنی میان، از او بر میبینیم که توی شرکت هاست، یعنی ما یک مجموعه ای از سیاست های حکومتی خصوصا برای سال آینده که دیگه فاجعه بارتر داره شکل میگیره، که برپایی به اصطلاح مالیات های گسترده است بر توده مردم، توده عظیم مردم، برای اینکه بتونن این سوراخ هایی رو که به واسطه نهادهای روحانیت و بسیج و سرکوب و تبلیغات و مسجد سازی و حسینیه سازی و گروه های سرکوب سازمان دادن، اینا رو پر کنند، و در واقع گروه های نیابتیشون هم و جنگی که اینها علیه مردم در واقع آغاز کردن از همون روز اولی که اومدن، جنگی که بتونن جامعه رو به یک دوره در واقع
100 سال پیش 200-300 سال پیش برگردونن، میخوان جامعه رو اونجوری برگردونن و جامعه فاجعه باری سابر پیدا کرده که یک اقلیت بسیار بسیار محدود وابسته به قدرت صاحب همه ثروت و اکثریت عظیمی که توی همین بازنشسته ها کارگران شرکت قند دسفول، کارگران فولاد اهواز، کارگران شهرداری ها، کارگران بازنشسته های مختلف، معلمان، همه رو وارد کردن. شما از مثلا حرکت کارگران فولاد گفتید که اصلا به قول شما میگن نه تهدید نه زندان دیگر اثر نداره، یعنی دوره‌ای این شعار رو کارگران میدن که با یک سرکوب گسترده خیزش انقلابی زن زندگی آزادی روبرو بودن و این نشون میده که وارد شدن، خواستهای روشنی دارن، نه فقط میگن تهدید اثر نداره بلکه خواهان رفع ممنوعیت ورود کارگران شرکت میشن و بازگشت کارگران اخراجی، از همسانسازی دستمزدها صحبت میکنند، از اجرای کامل تقویبندی مشاغل، قرار داده شدن کلی کارگران، یعنی از علیه موقتی شدن قراردادها، برای افزایش دستمزدها. و جالبش اینه دقیقا در همون راستا خواهان برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از این سهامدار بانک میشن که بانک ملیه و این میخوان باز این چرخه برگرده. دقیقا علیه سیاستی هن که توی آمسو پرورش هم هست، یعنی اونجا علیه خصوصی‌ها، برای همسانسازی‌ها، برای این مجموعه رو چجوری میشه تعریف کرد؟ ببین اولا یکی این که مثلا بحث مالیات ها، این که مالیات رو از افراد که درآمد بالا دارن بگیرن، بس یه قابل چیز دیگه مطرح که میشه در موردش صحبت کرد، ولی این مالیات میخواد بگیره چیکار بکنه؟ این مالیات نمیخواد بگیره برای عمران کشور، این مالیاتی که نمیخواد بگیره برای که مثلا بودجه حقوق کارگران و کارمندان ببره بالا، این مالیات میخواد بگیره ببره مستشار بفرسته سوریه. اینا این که مستشارهایی که اونجا هستن هزینش از کجا تامین میشه؟ از مالیات دهندگان دیگه نه. این مالیات میخواد بگیره بده به این طلاب، این آخوندها که هیچ گونه ارزش اضافی در جامعه ایجاد نمیکنن، پارازیتن از ارزش اضافی حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ارتزاق میکنه. میخواد بده به سازمان تبلیغات اسلامی، میخواد بده به تمام سیاست های جنگ طلبانه خودش تو این رابطه. پس بنابراین اصلا چگونگی مالیات گرفتن این مطرح نیست. رو این حساب هم میگم که ما اصلا بحثی نمیتونیم بگیم که این طلا فروشان آیا نوع مالیاتی که دارن میگیرن درست یا نه. هر چقدر کمتر به خزانه این دولت بره خب بس بهتره، چون پولها برخلاف منافع مردم، برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان به کل آحاد جامعه خرج میشه و از یه طرف دیگر هم بخشی هم برای همین نیروهای سرکوب خودشون حقوق اونا میشه که اونا رو قشنگ بهشون میرسن که گوش به فرمان اینا باشن برای سرکوب. اما در مورد اعتراضات، ما اگر بیایم اعتراضات و کل فصل پاییز نگاه کنیم، کل نه ماهه گذشته رو نگاه کنیم و برگردیم به عقب، ببینیم که در دوران اعتراضات سراسری سال 1401 که مسائلی مطرح شد، کجا هستند کارگران، چرا دست به اعتراض نمیزنن، ما الان میبینیم تر 9 ماهه گذشته در مقایسه با دوره مشابه، یعنی 9 ماهه اول سال 1401، ما افزایش 51% اعتراضات داشتیم. این به چه معنا هست؟ اینه که اعتراضات سراسری سال 1401 فلبداهه نبوده، بلکه بر بستر اعتراضات گذشته 98 96 به تمامی 30 سال گذشته اعتراضات کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی بر بستر اون شکل گرفته.
و الانم میبینیم که این سرکوبی که کرد این اعتراضات سراسری رو و میخواست دوران اختناق ایجاد بکنه، این کارگران هستن به طور کل خود شاغل و بازنشسته که مشعل اعتراضات رو در دست گرفتند. پس بنابراین اختناق ایجاد نشده. دوره اختناق اینه که ما دهه 60 دیدیم کسی نمیتونه تجمع بکنه، کسی نمیتونه اعتراض بکنه. سالها طول کشید تا اعتصابات و تجمعات و کارگری شکل گرفت. پس بنابراین ما شاهد در ایران، من به نظر من اگه ما بیایم برگردیم به اعتراضات قرن 21 در جهان، ما شاهد اعتراضاتی هستیم مثلا در اوکراین، در مصر، در شیلی، ترکیه، تونس، همه اینا بودیم. مثلا در مصر میاد تبدیل میشه به یک رژیم ارتجایی دیگه، در تونس یک نیروی به قدرت میرسه، تغییر تحولات بعد از قدرت داره صورت میگیره. اوکراین هم که دیدیم چه فاجعه ای شد بعد از اون. در جاهای دیگه هم این اعتراضات بعد از یه دوره خوابید. حتی اسپانیا و یونان یادتونه خب که منجر شد که اعضاب جدیدی از جوانتر شکل بگیره فلانی اینا، ولی دوباره اونا هم رفتن در دل همین نیروهایی که بودن روند شد همون روند. ولی ما در ایران شاهد یک نوع تغییر تحول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بدعی ولی با چشمنداز هستیم. یعنی یک نوع تغییر تحولی صورت میگیره. اونایی که در سال 1401 منتظر این بودن خیلی سر قضیه به هم آورده شه، یه نیروی بذارن توی حاکمیت خب، ولی ما الان میبینیم که به طوری که جامعه داره از همه نظر تغییر میکنه و این نیروی معترض دیگه مثل سال 57 نیست که بعد سرنگونی تازه بگه که چی میخواد، که بتونن خمینی و دار دستش اینا رو به بیراهه ببرن. اینا مطالبات خودشونو دارن رقم میزنن. این نیروی جوانی که حتی همین سردمدارای حکومت میگن که از در مدارس از دروس دینی و مذهبی استقبال نمی کنند، این یعنی چی؟ یعنی یک نوع تغییر تحولات. این اعتراضات یعنی چی؟ یعنی یک تغییر تحولات بدعی و ادامه دار. یه دفعه اوج میگیره پایین میاد، ولی کماکان از سال 71 از کوی طلاب و مشهد که شروع شده کماکان ادامه داره، مشعل دست به دست میشه. از طرف دیگه ما میگیم مثلا کارگران فولاد، کارگران ذوب آهن، بازنشستگان، باید یادآور بشیم اینا، این چند صد کارگر فولاد که پا به میدان میاره، اینا تشکل ندارن که، تشکل رسمی یا ظاهری. ما یک نوع تشکلیابی جدیدی را هم متناسب با خونسا کردن حربه رژیم، مثلا میگیم معلمان سرکوب میکنن چون تشکل دارن، یا لیدر شناسی میکنن که لیدرها رو یا اخراج بکنن یا بگیرن زندان بکنن، پرونده امنیتی تشکیل بدن. میبینیم در زوباهن میگن ما همه نماینده خودمون هستیم، در فولاد همینجوری سیستم رو به جا میبرن. پس بنابراین ما نه تنها از نظر کمی شاهد رشد اعتراضات هستیم، کیفی هم که گفتیم مثلا اون نکات مشترک شد، یک نوع سازماندهی هم یکی صورت میگیره که به گمان من یک تجربه تاریخی در ایران داره رقم میخوره. و به همین هم هست که من کماکان تأکید دارم که از زاویه یک تجربه تاریخی جهانی یا تجربه 57 به اعتراضات ایران نگاه نکنیم. اعتراضات ایران از نوع خودش داره یک نمونه جدیدیه بر بستر اعتراضات قرن 21. ما اعتراضات ما رو نبریم با قرن 19 و 20 مقایسه بکنیم، از تمام اون تجربیات باید استفاده بکنیم و خم بشیم روی این اعتراضات عملا جاری تا بتونیم با
روشن کردن زوایای خودش وظایف خودمون هم روشن بکنیم. یعنی من در این بگم که چجوری میبینم، من خیلی امیدوارم سر این مسئله و اعتقاد دارم تجربه تاریخی در ایران داره رقم میخوره که در قرن 21 میتونه یک نمونه خاصی در رابطه با اعتراضات کارگران در راه دستیابی به مطالبات برحقشون در مقابل سرمایه‌داری جهانی است. این رو هم باید خب اضافه بکنیم، در واقع موقعیت شریفه محمدی رو و زندانیانی که در واقع در این دوره در زندانن و موقعیت بسیار مطالب طرفداران و جنبش کارگری، فعالان اجتماعی که روی زندان ها هستن، مثل حسن سعیدی اینا و رضا شهابی، آقای رضوی و بسیارانی که همچنان در زندان ها هستن، رفیق بداغی اینا، که باید یاد اونها هم باشیم، یاد بسیارانی که قهرمانانه و واقعا فداکارانه وایستادن از جنبش کارگری، از مطالبات جنبش اجتماعی در واقع دفاع کردن. به قول یکی از این اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، جالب، در مورد اعتصاب 4 دی 84 نوشته که اعتصاب از اولین ساعات کاری صبح 4 دی 1384 در تمامی مناطق شروع شد و بعد از 24 ساعت با وساطت شهردار وقت تهران اتمام یافت، اما مبارزه و تلاش ما هیچ وقت پایان نیافت و از آن تاریخ شهردار تهران به طور مکرر مدیریت شرکت واحد را تعویض نمود تا کارگران هیچ وقت نتوانند به حق و حقه خودشون برسند. در آن دوره همکاران ما با آگاهی یافتن نسبت به حقوق خود توانستند تا سال 90 بخشی از مطالباتشون به دست بیارند، مانند طبقه بندی یا رتبه بندی و لباس کار و شیر و کیک، و حتی بسیاری از کارگران که 4-5 سال از طرف کارفرما معلق شده بودند تمامی مزایاشون رو به طور یکجا دریافت کردند. اما سال 90 ما با چالش های بسیاری روبرو شدیم و حاکمیت در ایران از سرکوب و زندان دست بر نداشته و از تشکلات مستقل و کارگری و هر گونه تشکل مستقل بیزار و هیچ موقع اجازه نمیده سندیکاها و شوراهای مستقل جهت احقاق حقوق مردم در واقع در جامعه وجود داشته باشه. سندیکای شرکت واحد در تمام این سالها با وجود سرکوب و ضرب و شتم و اخراج و حبس به بسیاری از اعضای فعال خود، کماکان در دفاع از حقوق و حقه خود و همکارانش کوتاهی نکرده. لیست طولانی از اعضای سندیکا در این سالها بازداشت و اذیت و آزار شدند، مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند و سال گذشته فعالین سخت کوش سندیکا، آقایان رضوی و شهابی و سعیدی، با اتهامات واهی و به ناحق در حبس به سر میبرند. که این در واقع خاطره‌ای که در واقع از 4 دی میاد نشون میده که چقدر خاطره های این مبارزات میتونه نقش داشته باشه و هر اعتراضی که هست، خصوصا مثلا همین اعتراض و برگزاری مجمع عمومی و 5 روز اعتراض کارگران شرکت فولاد، یا این اعتراضات چند ساله بازنشستگان چگونه میتونه توی خاطره جمعی مردم شکل بگیره و به قول شما بتونه نهادها و شرایط و زمینهایی رو سامان بده که این شرایط و زمینها آینده بهتری رو برای مردم ایران و همه کارده هم زمستان بسنه رقم. ببین علی جان، این دقیقا همینه که همه این اعتراضات، همین تشکل یابی شرکت واحد، همین اعتصابات خودشون همه نقش ایفا کردن به سهم خودشون. نقشی هیچ کسی نمیشه تو این را نادیده گرفت. اینا همه مثل یه رشته به هم پیوسته هستن، یه سیلی را افتاده که بره بنیان
این حاکمیت، این سرمایداری بخواد چیکار بکنه، زیر رو بکنه تو این رابطه. از طرف دیگه گفتی که باید بیاد کارگران زندانی باشیم، بلکه باید بیاد اونا باشیم، ولی حاکمیت با این سرکوب هایی رو که میکنه در تجمعات بازنشستگان بگن معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد. یعنی نه تنها اینجوری نیست بگن فقط ما اومدیم برای افزایش دستمزد و حقوق مطالبات خودمون، بلکه اونهایی هم که در گذشته و حال میان از این حقوق دفاع کردن، در این مبارزه نقش ایفا کردن، ما اونا رو فراموش نمی کنیم. این خیلی امیدوار کننده است. وقتی که کارگران فولاد و 38 کارگر حق طلب و ممنوع الورود می کنن همبستگی جالبی و خیلی امیدوار کننده ای می بینیم. کارگران میگن همه ما اخراج شدیم. متوجه اینجوری نیست که اونا بترسن تو این رابطه و برن بگن که ما دیگه الان اخراج شدیم، ما بریم سر کار که ما اخراج نمیشیم، بلکه شدت میبخشن به مبارزات خودشون تو این رابطه. پس این نکته ایه که نفراموش میکنن اونایی که این همین مثل همینات که تو میدان بودند. خب به اونجایی هم که وقتی که سرکوب شروع میشه جا نمیخورن و همبستگی خودشونو در مقابل نیروی سرکوب، چه شورای تامین اعواض باشه، چه حاکمیت در کلیت خودش باشه، چه مدیریت کارفرما بانک ملی یا مدیر در مؤسسه باشه، در برابرشون قد علم میکنن، از همکاران خودشون دفاع میکنه. این یکی از نکات مثبت این دوره، یکی از اون تحولات کیفی مبارزات هست که کارگران سالهای سال که مبارزه کردن آب دیده شدن. نه تنها کارگران فولاد با تعداد بیشتری که اومدن به میدان، بلکه با تجربه بهتری بالاتری وارد میدان شدن. تجربیات گذشته، سرکوب های گذشته رو اینا جنبندی کردن و پیشبینی کردن از قبل. اینا حتما میدونستن که اگه بیان همچین اتفاقاتی میفته که در مقابل این آمادگی داشتن. پس همینه میگن که کارگران در کوران اعتراض و اعتصاب و مبارزه مثل فولاد، مثل فولادی های ما آب دیده میشن و این اون رشد کیفیه که تأثیرات خودشو نه در کارگران فولاد، بلکه در تمامی واحدها و حتی مثلا روی معلمان، حتی روی کادر درمان و حتی روی دیگر نیروهای اجتماعی. الان میبینیم شعارها چجوری همگانی میشه. مثلا اونجا میگه بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. الان میگه پرستار داد بزن، حق تو فریاد بزن. کارگر داد بزن، حق تو فریاد بزن. معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. اینا هم کوچکه. اصلا اعتراضاتی که داره کارگری مورچه‌وار میره جلو، اونجوری نیست مثل اعتراضات سراسری یک دفعه اوج بگیره، ولی قدم هایی که برداشته میشه هر قدمی استوارتر نسبت به گذشته برداشته میشه. امیدوارم همینطور باشه. ممنون، سپاس از تو علی جان و از شما بینندگان عزیز تریبون کارگری که به این برنامه توجه کردید. براتون پیروزی و سلامتی آرزو می‌کنم.